نبرد در کشور. نیروهای ارتش ملی تلاش می‌ورزند تا هراس افغانان را سرکوب نمایند، اما نفوذ بیش از حد گروه‌های تروریستی در بخش‌های شمال این جنگ را طولانی ساخته است. برخی سناتوران با ابراز این مطلب می‌گویند که گروه‌های تروریستی می‌کوشند بخش‌های شمالی را بیشتر مورد هدف خود قرار دهند. گلاله اکبری نماینده مردم بدخشان در مجلس می‌گوید پس از پاکسازی زیباگ اگر بر ولسوالی‌های دیگر این ولایت توجه نشود، نفوذ دشمن در این ولایت بیشتر می‌شود. امیدوار هستم که هم در تصفیه مناطق باقی مانده بدخشان که یمگان و وردوج است که متاسفانه در اشغال طالبان قرار دارد، در اشغال القاعده و داعش قرار دارد، و هم در تصفیه مناطق باقی مانده در ولایت قندوز اقدام لازم بکنند و ولسوالی وردوج و یمگان دوباره گرفته نشود. تهدیدات بزرگی برای همه مردم بدخشان و برای کشورهای منطقه است، به خاطر از اینکه مرزها باز است. از طریق مرزها داعش، طالب، القاعده میآید، پایگاه خود در بدخشان و خصوصا میال پایگاه نظامی و اصلیشان که به نام وزیرستان دوم اعلان کردن در خستک است. وی میگوید گروه های طالب در ولایت بدخشان بیشتر از سوی کشورهای منطقه به خصوص روسیه تمویل و تجهیز میشوند. با تاسف کشور روسیه به نامی که طالبان را در بدخشان حمایت بکنه، طالبان را حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه، سلاح و بیمار میده. شما دیدین که عطا در فاریاب و دیگر نقاط شمال طالبان را به نوی کشور روسیه حمایت و پشتیبانی میکنه. با این همه گسترش روزافزون گروه های تروریستی در کشور سبب شده تا این گروه ها دست به حملات هراس افغانانه در بخش های زیر اداره ایشان بزنند، و حالا نگرانی ها بر این است که اگر بساحات که زیر حاکمیت طالبان و داعش است و جو صورت نگیرد، بار دیگر پیشروی آنان بیشتر خواهد شد.